فصل هفتم قانون برنامه ریزی برای دستیابی به عالی ترین سطح از رشد و پیش رفت، باید راه را به وجود آورید. اگر خودتون برنامه را برای زندگیتون طراحی نکنید این احتمال به وجود میاد که مجبور بشید برنامه های دیگران رو درباره خودتون اجرا کنید. اکنون حدس بزنید اونها چه برنامه هایی رو برای شما در نظر گرفتند. برنامه که بی تردید پیامد عالی رو برای شما به ارمغان نمیارن. جیم ران چه زمانی از سال به راستی زمان دوست داشتنی شما محسوب میشه؟ آیا فرا رسیدن سال نو رو دوست دارید؟ آیا به روز تولدتون علاقه دارید؟ شاید هم به روزهای از فصل بهار علاقه دارید که قنچه های گل میشکفند. ممکنه به تعطیلات تابستون علاقه من باشید. شاید هم روزهایی رو دوست دارید که فرزندانتون دوباره به مدرسه میرن. شاید به شروع فصل مسابقات فوتبال علاقه دارید. شاید زمانی رو دوست دارید که رنگ برگ ها تغییر می کند. چه زمانی از سال رو دوست دارید؟ من میتونم زمان دوست داشتنی خودم رو برای شما بازگو کنم. من هفته بعد از روز میلاد حضرت مسیح رو دوست دارم. نگاهی به گذشته برنامه ریزی برای آینده. بعد از ظهر روز میلاد بعد از اینکه نبه همه هدیه های خودشون رو باز می و فریادهای های شادمانه اونها پایان میابه من به شدت بیقرار میشم چون که میدونم زمان انجام دادن یک کاری اون فرا رسیده که بیش از همه بهش علاقه دارم وقتی همه اعضای خانوادم در حال تماشا کردن تلویزیون یا خواب نیمروزیان من از فرصت استفاده میکنم به اتاق مطالعه میرم آخرین سالنامهم و دفترچه یادداشتی روی میز تحریرم هست من یه تایمی رو برای بررسی کردن سالنامهم اختصاص میدم بررسیم رو از برنامه هام در بعد از ظهر همان روز شروع می کنم و همچنان به کارم ادامه میدم تا به سیویک دسامبر سال قبل می رسم. من همه قرارها، دیدارها، تعهدات و فعالیت هام رو ساعت به ساعت در طی 359 روز گذشته بررسی میکنم. من تک تک اونها رو با دقت ارزیابی می کنم. من با دقت درباره تک تک سخنرانی هام فکر می کنم و توجه می کنم که بهتره چه کارهایی رو بیشتر و چه کارهایی رو کمتر انجام بدم. و چه کارهایی رو باید در کل حذف کنم. من همه فرصت هایی رو بررسی می کنم که اونها رو برای رشد و پیشرفتن پیگیری کردم. سپس توجه می کنم که کدوم یک از اونها پیامدهای بیشتر و بهتر رو برای من به ارمغان میارن و کدام یک از اونها در کل پیامدهای خوب و مناسب نداشتند. من همه جلسه ها و قرار هامو بررسی می کنم تا پی ببرم بهتره کدوم یکی از اونها رو بیشتر ادامه بدم و کدوم یکی رو در کل حذف کنم. من توجه می کنم چه مقداری از وقتم رو برای انجام دادن کارهایی صرف کردم که بهتر بود انجام دادن اونها رو به انسانهای دیگه واگذار می کردم. همچنین بررسی می کنم انجام دادن چه کارهایی رو به دیگران واگذار کردم تا پی ببرم آیا اونها مسئولیتشون رو به خوبی انجام دادن یا بهتر چنین مسئولیتی رو دوباره خودم به عهده بگیرم یا اون رو به شخص دیگه واگذار کنم. من این موضوع رو ارزیابی میکنم که آیا زمانی کافی رو در طی سال به خانوادم اختصاص دادم یا نه همچنین فهرستی رو از همه کارهایی تهیه میکنم که من و همسرم ماربرید با هم در طی اون سال انجام دادیم سپس یه شب با اون برای شام خوردن به یه رستوران میریم تا بتونیم بار دیگه خاطره انجام دادن اون کارها رو به یاد بیاریم و لذت ببریم چنین شبهایی اغلب شبهای رویایی و دلانگیزی است که همیشه پایانی خوب و خوشایند برای هر دوی ما داره. من تلاش میکنم مسئولیت تک تک ساعتهای بیداریم رو در سال گذشته به عهده بگیرم. الان چنین سوالی مطرح میشه که این کار چه فایده ای داره؟ این کار به من کمک میکنه تا راه بردهای بهتر و بیشتر رو برای سال آیندم در نظر بگیرم. من این کار رو هر ساله در طی چند دهه از زندگی من انجام دادم بنابراین هر سال در مقایسه با سال قبل تا حد امکان به انسانی متمرکزتر، منظمتر و مؤثرتر تبدیل میشم. حتی اگه یه سال با موفقیت های روبرو بشم یا در کل نسبت به اونچه برنامه ریزی کرده بودم سالی بیستمر رو پشت سر بذارم هیچ وقت خودم رو شکست خورده یا خسارت دیده نمیدونم چون که میتونم از رویدادهای اتفاق افتاده درس بگیرم و برای سال بعدم به شیوهی بهتر برنامه ریزی کنم. برنامه کردن به شیوه راهبردی برای انسان خیلی تأثیر گذاره. شما برای دستیابی به عالی سطح از رشد و پیشرفت باید راه بردهایی رو به وجود بیارید. قانون برنامه ریزی به راستی این گونه است. درس های زندگی خیلی از انسان ها اجازه میدن زندگیشون به سادگی و به خودی خود واسه خود سپری بشه. اونها در زندگیشون شناورند و به همان سوی میدن که به اونجا کشیده میشن. اونها فقط منتظر میمونند تا وضعیت زندگیشون به خودی خود بهبود پیدا کنه. اونها فقط به رویدادهای اتفاق افتاده توی زندگیشون واکنش نشون میدن. در پایان زمانی میرسه که اونها پی میبرند نیمی بیشتر از زندگیشون رو پشت سر گذاشتند. اونها توی این زمان به این نتیجه میرسند که بهتر بود به شیوه بردی تر عمل میکردند و فعال تر بودند. من امیدوارم چنین وضعیتی درباره شما واقعیت نداشته باشه. اگر واقعیت داره پس میخوام تشویقتون کنم که همکنون حسی نیرومندتر رو از مسئولیت پذیری در زندگی و نگرش روح تر رو برای خودتون به وجود بیارید. در حالی که تلاش میکنید به شیوه راهبردی بردی برای زندگی و پیشروی کردنتون برنامه ریزی کنید میخوام چند نکته رو برای شما مطرح کنم که خودم اونها رو آموختم و در فرایند برنامه ریزی راه بردی برام خیلی موثر و مفید بودند. یک زندگی بسیار ساده اما ساده نگه داشتن آن بسیار دشوار خواهد بود. با وجود اونچه دیگران ممکنه بگند من باور دارم که زندگی بسیار ساده است ما در زندگی باید به ارزش های خودمون پی ببریم. بر مبنای این ارزش ها تصمیم گیری کنیم و سپس تصمیم های خودمون رو بر مبنای برنامه روزانه مدیریت کنیم. موضوع به همین سادگی دست کم در دنیای نظریه پردازی می توان گفت که هرچه مدتی طولانی تر زندگی کنیم و نکته های بیشتر رو یاد بگیریم از تجربه و دانشی بیشتر بهره مند میشیم که به کارگیری اونها با اسمش زندگیمون ساده تر بشه. به هر حال همیشه شیوه برای پیشیده شدن زندگی وجود داره و ما فقط با تلاش و تکاپوی فراوان میتونیم زندگیمون را ساده نگه داریم. چند سال قبل در همایشی شرکت کردم که درباره راهبردهای جهانی برای مدیران بود ما در اونجا به گروه های مختلف تقسیم بنده شدیم تا در مدتی معین درباره اندیشه های ما گفتگو کنیم من خیلی خوشبخت بودم که با نیلکل در یک گروه قرار گرفتم اگرچه من قبل از اون روز با نیل آشنایی نداشتم اما اون در طی گفتگوی اون روزمون به دلیل تواناییش در زمینه مطرح کردن راهبردهای ساده و موثر به شدت و به سرعت در من تأثیر گذاشت من در زمان استراحتمون از نیل خواستم که راهنمایم کنه تا بتونم راهکاری رو برای پرورش دادن مدیرانی موفق در سطح جهان پیدا کنم اون جواب داد راز اون در سادگی نهفته است اون سپس سه سوال رو پیشنهاد کرد که باور داشت شاه کلید تأثیر گذاری چنین راهکاری خواهد بود. الان به سه سوال پیشنهادی اون توجه کنید. آیا می توان آن راه کار را به صورت شخصی در نظر گرفت؟ راهکار در نظر گرفته شده باید معنا و مفهومی جرف داشته باشد. چنین راهکاری باید در وجود هر یک از مدیران نهادینه بشه و در روح و روانشون تأثیر بذاره. دو آیا می توان آن را به آسانی تکرار کرد؟ به کارگیری راهکار در نظر گرفته شده باید بسیار ساده باشه. چنین راهکاری باید به گونه طراحی بشه که انسان بتونه اون رو با توضیحی مختصر به دیگران انتقال بده. 3. آیا می توان آن را به شیوه راهبردی انتقال داد؟ راهکار در نظر گرفته شده باید به صورت جهانی باشه. چنین راهکاری باید به گونه برنامه ریزی بشه که بتوان اون رو در سطح جهانی و در همه فرهنگ ها گسترش داد. آشنایی من با نیل به شدت در وجودم تأثیر گذاشت. بعدها در حالی که میکوشیدم راهکاری رو برای آموزش دادن به میلیون ها مدیر در سراسر جهان تراحی کنیم از سوال های پیشنهادی نیل در مجموعه آموزشی به نام اکویپ استفاده کردم. همچنین پس از گفتگو با نیل به ازم و اراده راسیخ مجهز شدم تا با کشف کردن ساختارهایی برای موفق شدنم و به وجود آوردن اونها توی زندگیم تلاش کنم زندگیم را تا حد امکان ساده کنم. این ساختارها به من کمک می کردن تا هر روز در نبردی واقعی علیه پیچیده شدن زندگیم شرکت کنم. من باور دارم این ساختارها برای شما هم مفید و مؤثر خواهند بود. فقط این نکته را به یاد بسپارید در حالی که راهکارهای رو برای رشد و پیشرفت شخصی خودتون طراحی می کنید. تلاش کنید اونها رو به صورت شخصی تکرار شدنی و انتقال یافتنی بسازید. اگر نتونید راهکاری رو تو زندگیتون به کار ببرید، چنین راهکاری در کل برای شما بیفایده خواهد بود. حتی اگر اون رو با دقت و به زیبایی طراحی کرده باشید. دو برنامه ریزی کردن برای زندگیتان از برنامه ریزی های شغلی شما مهمتر است. ویدرسپان برنده جایزه اسکار میگه خیلی از انسان ها همواره درباره مدیریت کردن امور شغلیشون نگرانند اما آنها به نیمی از این انرژی را برای مدیریت کردن زندگیشون صرف میکنند. من میخوام زندگیمو بسازم هرگز نمیخوام فقط به امور شغلی توجه کنم. حتی اگر بهترین شغل دنیا رو داشته باشم. وقتی انسان برای زندگیش برنامه ریزی میکنه بقیه امورش به طور طبیعی پیش میره. من فکر میکنم گفته بیدرسپان تا اندازه درسته. اگر شما به خوبی برای زندگیتون برنامه ریزی کنید سپس امور شغلیتون نیز به طور طبیعی به خوبی پیش خواهد رفت. مشکل اصلی اینه خیلی از انسان ها حتی زمانی کافی رو برای برنامه ریزی کردن امور شغلیشون در نظر نمی گیرند. اونها بیش از اون که به برنامه ریزی های شغلشون اهمیت بدن به برنامه ریزی کردن برای تعطیلاتشون اهمیت میدن. چرا؟ چون که انسان ها همواره بر اموری متمرکز میشن که فکر میکنن بیشترین و مهمترین پیامدها رو برای اونها به ارمغان میاره. اگه در بلند مدت باور داشته باشید که نمیتونید در زندگی تا به موفقیت برسید پس به احتمال بسیار زیاد توجه و زمانی کافی رو برای برنامه ریزی کردن در این زمینه اختصاص نمیدید. برنامه ریزی کردن برای زندگیتون به این معنیه که تلاش کنید خودتون رو بهتر بشناسید. به ماهیت واقعی و راستینتون پی ببرید و سپس طرح و نقشه را هماهنگ با ویژگی های شخصیتون برای رشد و پیشرفتتون در زندگی برنامه ریزی کنید. وقتی طرح و برنامه رو برای زندگیتون تعیین کردید اون وقت میتونید این طرح و برنامه رو در امور شغلیتون هم ببرید. 3. زندگی تکرار شدنی نیست. همونطوری که ممکنه تا حالا حد زده باشید، من همیشه یکی از خوانندگان مشتاق کمک استریپ پیناتز اثر چارلز شولتز بودم. شولتز در یکی از قطعه ها احساسات خانندگان رو به شدت برمی‌انگیزه توی این قطعه چارلی بران به لینوس میگه زندگی برای من بسیار پیچیده به نظر میرسه. من از روز تولدم همواره گیج و سردرگم بودم. فکر میکنم مشکل اصلی اینه که ما بسیار سریع درون چرخه زندگی پرتاب میشیم. ما به راستی برای ورود به این چرخه آماده نیستیم. لینوس جواب میده چی میخواستی؟ آیا میخواستی فرصتی داشتی تا خودت رو کمی گرم و آماده کنی؟ ما فرصت نداریم تا خودمون رو برای ورود به چرخه زندگی آماده کنیم. زندگی تکرار نشدنی است. با این حال خیلی از انسان ها به شیوهی رفتار میکنن که گویا زندگی تمرینی تکرار شدنیه. ما در حالی روی صحنه نمایش زندگی حاضر میشیم که از قبل برای این نمایش تمرین نکردیم. ما در این زمینه امیدگی نداریم و باید چگونگی این نمایش رو همواره در مسیر زندگیمون حدس بزنیم. شاید این حقیقت برای ما گیج کننده باشه. شاید شکست بخوریم. ما بیشک اشتباه می اما با وجود همه این حقایق باز هم باید از ابتدای مسیر زندگیمون همواره بکشیم همه سعی و تلاشمون رو به کار ببریم. وقتی انسانها درباره گذشته زندگیشون فکر می اغلب در این باره به احساس پشیمانی و حسرت دچار میشند که تلاششون در مسیر زندگی کافی نبوده. کوین هال در کتابش به نام آرزو ماجرای اردوی آموزش رو بازگو میکنه که برای گروهی از جوانان برگزار کرده بود. اون میخواست به این جوانان انگیزه ببخشه تا اهدافی ارزشمند رو برای خودشون تعیین کنند که برای دستیابی به اونها باید همه شهامت و جسارتشون رو به کار میگرفتند. او برای این منظور تلاش کرد نتیجه پژوهشی رو مطرح کنه که جرالد بل دانشمندی نامدار در زمینه علوم رفتاری درباره مدیران موفق و بازنشسته انجام داده بود حال در کتابش چنین نوشت من کوشیدم برای آن جوانان بگویم که پاسخ مدیران موفق هفتاد ساله به این سوال دکتر بل چه بود اگر میتونستید یک بار دیگه زندگیتون را از ابتدا شروع کنید چه تفاوتی را در آن به وجود می آوردید؟ این پاسخ اغلب در میان پاسخ ها مشاهده می شود و در واقع رتبه اول رو کسب کرده بود که من باید مسئولیت زندگیم رو میپذیرفتم و اهدافم را زودتر تعیین کردم. زندگی به صورت تمرینی تکرار شدنی نیست بلکه رویدادی واقعی و تکرار نشدنیه. من بقیه پاسخها رو نیز به این ترتیب برای اون جوان مطرح کردم. دو. من باید بیشتر به سلامتیم می توجه می کردم. من باید پولم رو بهتر مدیریت می کردم چهار من باید زمانی رو بیشتر با خانوادم سپری می کردم پنج من باید زمانی بیشتری رو به رشد و پیشرفت شخصیم اختصاص می دادم شش من باید بیشتر به سرگرمی ها و دلخوشی توجه نشون می دادم هفت من باید برای امور شغلیم هرچه بهتر و دقیق تر برنامه ریزی می کردم هشت من باید داشته هام رو بیشتر می بخشیدم. شما فقط یک بار زندگی می به هر حال اگر بکوشید درست زندگی کنید همون یک بار نیز برای شما کافی خواهد بود. فرید آلن فرصت زندگی کردن در این دنیا هرگز دوبار در اختیار ما قرار نمی ما باید در همین لحظه همه تلاشمون رو در حد توانمون به کار ببریم. همچنین میتونیم از انسانهایی درس زندگی بیاموزیم که قبل از ما میزیستند. برای نمونه میتونیم به مدیران موفق مطرح شده در پژوهش بل توجه کنیم ما باید از پاسخهای اونها انگیزه بگیریم تا در حد توانمون به بهترین شیوه برای زندگیمون برنامه ریزی کنیم و همه تلاشمون رو در اجرا کردن این برنامه ها به کار ببریم چهار در برنامه ریزی کردن برای زندگیتان بکوشید هر عدد و رقمی رو دو برابر کنید نگرش من درباره زندگی بسیار خوشبینانه است بنابراین توقعم از خودم و دیگران اغلب غیر واقع بینانه به نظر میاد من با گذشت زمان یاد گرفتم امور مهم زندگیمون همواره در مدتی به ثمر میرسه که طولانی تر از زمان پیش بینی شده خودمون خواهد بود هزینه به ثمر رسیدن این امور اغلب بیش از هزینه پیش بینی شده از سوی خودمون خواهد شد چنین موضوعی به ویژه زمانی حقیقت پیدا میکنه که رشد و پیشرفت شخصی انسان مطرح میشه. اکنون چنین سوالی مطرحه که من برای مدیریت کردن این موضوع چه اقدامی انجام میدم؟ همه اعداد و ارقام رو دو برابر میکنم. اگر فکر کنم انجام دادن کاری فقط یه ساعت طول میکشه، دو ساعت رو برای انجام دادن اون در برنامه روزانه در نظر میگیرم. تا به مشکل دچار نشم. اگر فکر کنم اجرا کردن برنامه ای حدود یه هفته طول میکشه دو برابر این زمان رو برای انجام دادنش در نظر می گیرم. اگه فکر کنم برای دستیابی به هدفی ویژه باید حدود هزار دلار سرمایه گذاری کنم دو هزار دلار رو برای این منظور در نظر می گیرم. عدد دو برای من عدد شگفتانگیز نیست بلکه فقط به نظر میرسه چنین شیوهی برای من کار سازه. من پی بردم با دو برابر کردن اعداد و ارقام موجود در برنامه ریزی هم میتونم عامل واقع بینی رو نیز به خوشبینی بیافزایم من میدونم که به شدت انسانی بیقرارم. اما فکر میکنم کنم همین انسان ها به طور طبیعی گرایش دارن امور مهم زندگیشون به ویژه رشد و پیشرفت شخصیشون به سرعت و به آسونی اتفاق بیفته. راز رشد کردن و پیشرفت داشتن به معنای واقعی در بیشتر خواستن آن و صدی رسیدن به آن مربوط و محدود نمیشه راز رشد کردن و پیشرفت داشتن اینه که تلاش کنیم زمان و توجهی بیشتر رو به داشته های کنونیمون اختصاص بدیم و بر این موضوع متمرکز بشیم که چه اقدامی رو همکنون میتونیم انجام بدیم سه برابر تلاش و انرژی کنونیتون رو به رشد و پیشرفتتون اختصاص بدید. به خودتون فرصت بدید تا به آهستگی و به شیبه بنیادین و ژرف رشد کنید. این نکته رو به یاد داشته باشید. بوته گوجه فرنگی در طی چند هفته رشد میکنه. به مدت چند روز یا چند هفته میوه میده و سپس با فرا رسیدن فصل سرما از بین میره. درختان در مقایسه با بوته ها به آهستگی در طی سالها دهه ها و یا حتی قرن ها رشد می در طی دهه ها می و در صورت سالم بودن در برابر سرمایه شدید طوفان ها و خشک سالی نیز مقاومت می در حالی که راهبردهایی رو برای رشد و پیشرفتتون تعیین می کنید، تلاش کنید فرصتی کافی رو برای این منظور در نظر بگیرید. و منابع لازم رو برای خودتون فراهم کنید. سعی کنید دو برابر زمانی رو در نظر بگیرید که برای خودتون منطقی به نظر میرسه. چنین اقدامی مانع میشه به زودی ناامید و تسلیم بشید. راهبردهای خودتان را با در نظر گرفتن شیوه های اصولی تعیین کنید. اگر به شیوه راهبردی برای دستیابی به موفقیت بکوشید، موفقیت های زندگیتان آسانتر نصیبتون میشه. برگزیدن شیوه های اتفاقی و برنامه نشده به ندرت به موفقیت انسان می انجامن. حتی اگر گاهی شیوه های غیر راه بردی و برنامه ریزی نشده شما برای دستیابی به موفقیت اندکی سمر بخش باشه اما سمر بخشی اون تکرار نخواهد شد. اکنون چنین سوالی مطرح میشه که چگونه میتونید همواره به شیوه راهبردی برای دستیابی به موفقیت تلاش کنید؟ با در نظر گرفتن شیوه های اصولی و به کارگیری اونها میتونید به این اهداف برسید. یکی از رموز موفقیت من در زمینه رشد و پیشرفت شخصی و بهرهوری عالیم اینه که برای هر کاری شیوه ویژه رو در نظر میگیرم و به کار میبرم. من برای رشد و پیشرفت شخصیم و جمعآوری کردن اطلاعاتی مفید همواره شیوهی رو در نظر دارم من تلاش می هر ماه چهار تا کتاب رو مطالعه کنم. دو تا کتاب از این چهار کتاب رو بگونه انتخاب می که بتونم اونها رو کم و بیش به سرعت بخونمشون و دو کتاب دیگر رو بگونه انتخاب می که تصمیم دارم اونها رو با دقت بخونم. من همچنین در خود روم همواره به برنامه های شنیداری گوش میدم. وقتی در گذشته هفته یه بار سخنرانی می عادت داشتم هر هفته به پنج لوح فشرده شنیداری گوش بدم. من پنج دقیقه رو به هر یک از اونها اختصاص می دادم. اگر اون برنامه برام مفید نبود، از گوش کردنش منصرف می شدم. اگر اون برنامه برام مفید و کاربردی به نظر می رسید، با دقت به همه اون گوش می دادم. اگر اون برنامه برام بسیار مفید و بنیادین به نظر می رسید، پس از اون که پنج دقیقه به اون گوش میدادم اون رو جدا میذاشتم تا بتونم مطالبش رو در زمان مناسب رو نویسی کنم و اونها رو بارها و بارها بخونم من شیوه ویژه رو برای نگهداری همه داستان ها ها و مقاله های خوب به کار میبرم که اونها رو میخونم اگر مقاله ای رو بیابم که به اون علاقه دارم اون رو از مجله یا روزنامه جدا میکنم بالای اون نام سرفصلی رو می نویسم که این مقاله باید در اون بخش بایگانی بشه و اون رو جداگونه میذارم تا همکارم اون رو بایگانی کنه وقتی کتابی رو میخونم و جمله یا داستان زیبا رو توی اون پیدا میکنم اون بخش رو نشونه گذاری میکنم نام سرفصلی رو در اون قسمت می نویسم که این جمله یا داستان زیبا باید توی اون بخش بایگانی بشه و سپس شماره صفحه اون رو روی قسمت داخلی جلد کتاب می نویسم. وقتی کتاب رو کامل خوندم، اون رو در اختیار همکارم قرار میدم. اون از های انتخاب شده کپی میگیره یا اونها رو تایپ میکنه و هر یک رو در های تعیین شده بایگانی میکنه. چنین اقدامی به راستی تغییری سازنده رو توی زندگیم به وجود آورده. من عده بسیاری از انسانها رو می شناسم. که در مسیر رشد و پیشرفت شخصیشون هرگز زمانی را به حفظ کردن بهترین اندیشه های اختصاص نمیدند که در طی این مسیر با اونها رو برو شدند. اونها گاهی مجبور میشن ساعتها یا روزها وقت صرف کنند تا داستانی رو بیابند که در گذشته اون رو خوندند یا جمله را پیدا کنند که نمیتونند اون رو به یاد بیارند. اونها با تعجب از خودشون میپرسند آیا من به تازگی مطلبی در این باره نخوندم؟ اونو تو کدوم کتاب خوندم؟ شاید اونها موفق بشن مطلب دلخواشون رو بیابند. شاید هم موفق نشند. آیا میدونید چه مدت طول میکشه تا من مطالبی رو پیدا کنم که اون رو توی گذشته خوندم و الان میخوام اون رو دوباره بخونم؟ شاید دو دقیقه یا حتی کمتر طول بکشه. من میتونم به سوی میز کارم برم و دستم و در مدت کمتر از یه دقیقه روی اون بذارم. اگه نتونم به یاد بیارم که اون رو در کدوم بخش و با چه سرفصلی بایگانی کردم و باید دو یا سه بخش رو بررسی کنم ممکنه پیدا کردنش برای من پنج دقیقه طول بکشه من برای اندیشیدن نیز شیوه ویژه دارم در واقع حدود دوازده جمله یا اندیشه مهم رو در گوشی همرام حفظ میکنم و به این ترتیب اون جمله ها همیشه در دسترسم خواهند بود در سراسر روز بارها و بارها اونها رو میخونم در نتیجه اونها به معنای واقعی در قلب و ذهنم نفوذ میکنند هر روز در زمان شنا کردن یک یا دو اندیشه مهم یا گاهی دعای ویژه رو انتخاب میکنم و اون رو در حال شنا در ذهنم مرور میکنم من همچنین یک صندلی ویژه برای اندیشیدنم در نظر گرفتم اگر نیمه شبا از خواب بیدار بشم که البته چنین ماجرای اغلب برای من اتفاق میافته به اتاق کارم میرم تا بیندیشم و بنویسم من برای نوشتنم نیز شیوه ویژه دارم قبل از رفتن به سفری مهم که ممکنه حدود دو یا سه هفته طول بکشه یه روز یا حتی مدتی بیشتر رو به آماده کردن وسایلی اختصاص میدم که برای نوشتن به اونها نیاز دارم اگر قصد داشته باشم در این سفر یک کتاب بنویسم دفترچه سفید رو برای خودم تهیه می کنم. اگر قصد داشته باشم کتابی 15 فصلی رو همچون این کتاب بنویسم کلاسوری رو تهیه می کنم و از همان اول 15 بخش اون رو تعیین و جدا می کنم. اگر نکتههایی را از قبل درباره فصلی ویژه از این کتاب در نظر داشته باشم اونها رو, رو روی کاغذ می نویسم و این کاغذ ها رو به آخر همون فصل در کلاسورم اضافه می کنم. هم من همچنین مقاله ها و مطالب بایگانی شدم رو بررسی می کنم و از همه مطالبی کپی می گیرم که فکر می کنم شاید بخوام اونها رو توی فصل بعدی از کتابم به کار ببرم این کاغذ ها رو نیز به کلاسورم اضافه می کنم اگر نکته ای رو درباره موضوع کتابم نوشتم رو نوشتی از اون رو تهیه می کنم و اون رو نیز به آخر کلاسورم می افضایم. به این ترتیب کلاسوری کامل رو با مطالب گردآوری شده برای هر فصل از کتابم در اختیار دارم. وقتی این کلاسور رو به همراه دفترچه یادداشت نوار چسب و خودکار در وسایل سفرم میذارم برای نوشتن کتابم آمادگی دارم. فرقی نمیکنه که توی هواپیما یا اتاق هتل هستم یا قصد دارم مدتی رو خونه یکی از بستگانم بمونم. من برای برنامه های روزانم شیوه ویژه دارم. من به شش هفته آینده در سالنامم نگاه می کنم تا بدونم چه رویدادهایی توی این مدت اتفاق می افتند و به این ترتیب می توانم برای کارم برنامه ریزی کنم هر روز صبح برنامه همون روز رو بررسی می کنم از خودم می پرسم مهمترین رویداد امروز هم چیست؟ تلاش می کنم به مهمترین رویدادی پی ببرم که توی اون روز باید در به سمر رسوندنش موفق باشم. به کارگیری شیوه های مناسب باعث میشه انسان های معمولی به گونه پیش بینی شده به پیامت های استثنایی برسند. مایکل گربر برگزیدن راه ها و شیوه های مناسب در واقع به روش زندگی من تبدیل شده. مایکل گربر نویسنده کتاب افسانه های کارآفرینی میگه به کارگیری شیوه های مناسب باعث میشه انسان های معمولی به گونه پیش بینی شده به پیامدهای های استثنایی برسند. از سوی دیگه پیگیری نکردن شیوه های ویژه باعث میشه دستیابی به پیامدهای معمولی به گونه پیش شده حتی برای انسان های استثنایی دشوار به نظر برسه من صد درصد با این موضوع موافقم شیوه اصولی مناسب چیست شیوه اصولی و مناسب در واقع فراینده ویژه بر مبنای اصول و تمرین های دقیق منظم و تکرار شدنی برای دستیابی به هدفی معین به گونه پیش بینی شده نیست. به کارگیری شیوه های مناسب اغلب باعث میشه زمان، سرمایه و توانایی های خودتون رو به طور بهینه به کار ببرید. شیوه های مناسب به راستی ابزارهای مفید و کاربردی برای رشد و پیشرفت شخصی محسوب میشند شیوه مناسب اغلب بسیار دقیق سنجیده و کاربردی طراحی میشند این شیوه ها به معنای واقعی تاثیر گذارند. فرقی نمی که شما چقدر مهارت، استعداد یا تجربه دارید. به کارگیری شیوه های اصولی و مناسب عملکردتون رو بهبود میبخشه. اگر توی زندگیتون شیوه های اصولی رو به کار نبرید، در روی روی با هر یک از مسئولیت ها یا چالش های زندگیتون باید شیوه آزمون و خطا رو برگزینید و به این ترتیب ممکنه بارها و با بارها به اشتباه دوچار بشید. شیوه های اصولی چه ویژگی هایی دارند؟ اگر میخواهید با بهره برداری بیشتر از تک تک تلاشاتون و انجام دادن موثرتر مسئولیت های مهمتون هرچه بیشتر رشد کنید باید شیوه های اصولی رو در نظر بگیرید که برای شما مفید و موثرند. این موضوع به صورت شخصی تعیین میشه چون که شیوه های اصولی شما باید با ویژگی های خودتون و موقعیت زندگیتون هماهنگ باشند. البته در حالی که تلاش می کنید شیبه های اصولی خودتون رو طراحی و تعیین کنید بهتر به این نکته ها توجه داشته باشید. یک در شیبه های موثر اغلب تصویر کلی هدف در نظر گرفته می شود. استیون کابی گفت ممکنه ما بسیار پرمشغله باشیم ممکنه کارایمون عالی باشه اما زمانی به معنای واقعی عمل کردی مؤثر خواهیم داشت که تصویر کلی هدفمون رو در ابتدای مسیرمون در نظر داشته باشیم وقتی تعیین کردن شیوه های اصولی رو برای رشد و پیشرفت شخصیم شروع کردم تلاش کردم بسیار هدف محور باشم من میدونستم که قرار هر هفته سخنرانی کنم من می دونستم که قراره انسانها و سازمانها رو مدیریت کنم. در حالی که به سی سالگی رسیدم پی بردم که قصد دارم کتاب بنویسم. من باید در مسیری تلاش می کردم که توانایی هم در زمینه دستیابی به اهداف هم تقبیت می شدند و رشد می کردند. انسان هایی که فارغ از در نظر گرفتن مهارتشون در زمینه ویژه به برتری می رسند اغلب شیبه های اصولی رو برای خودشون تعیین می کنند که دستیابی به تصویر کلی هدفشون رو برای اونها ممکن می کنه. نمونه خوب در این زمینه آمادگی محمد علی برای مبارزه با جورج فورمن در 3 اکتبر 1974 بود. درسته که محمد علی ورزشکاری پرآوازه محسوب می شد. بقیده ادهی نیز اون پرآوازه ترین ورزشکار اون زمان بود. اما محمد علی از نظر جسمانی حریفی مناسب برای مبارزه کردن با فرمن به شما نمی اومد. این از نظر جسمانی توی یه سطح نبودن که بخوان با هم مبارزه کنند. فرمن مشت زنی نیرومند بود. هیچکس فکر نمیکرد که محمد علی شانسی برای پیروز شدن توی این مسابقه داشته باشه. جوفریزر و کن نورتن در گذشته محمد علی رو شکست داده بودند و جورج فورمن نیز هر دوی این دو مبارزان رو در راند دوم مبارزه شکست داده بود. به هر حال محمد علی از ضعف فورمن آگاهی داشت. فورمن نمیتونست تا پایان مبارزه همچنان نیرومند و پرتوان بمونه. محمد علی شیوهی رو یافت که باعث میشد اون بتونه بر حریفی نیرومندتر از خودش پیروز بشه. محمد علی به پشت روی ریسمان دور رینگ خم می شد و در برابر ضربه های فرمند از خودش دفاع می کرد. در هفت راند از مبارزه صدها ضربه وارد کرده بود و محمد علی تا حد امکان فقط به دفاع کردن از خودش می پرداخت. در راند هشتم را محمد علی می تونست آثار خستگی رو توی چهره فورمان ببینه. اون توی اون لحظه فرمه رو با چند حرکت به زمین زد و نام قهرمان جهان رو در مشت زنی سنگین وزنان به خودش اختصاص داد. بدبختی اینه که ندونیم چه خواسته ای داریم و در عین حال خودمون رو برای دستیابی به اون حلاک کنیم. تلاش کردن و پرمشغله بودن به خودی خود کافی نیست. اگر شما همواره در حال برنامه ریزی مطالعه کردن کتاب های مختلف و رفتن به همایش های گوناگونید اما هیچ کدوم از این کارها در زمینه های دستیابی شما به هدفتون طراحی نشده باشند پس انجام دادن اونها هیچ فایده ای برای شما نخواهد داشت به این جمله توجه کنید بعد وقتی این است که ندانیم چه خواسته ای داریم و در عین حال خودمان را برای دستیابی به آن هلاک کنیم تصویر کلی هدف شما چیست شما باید تو چه زمینه رشد کنید تا به هدف ارزشمندتون توی زندگی برسید. سی اس لویس نویسنده و استاد دانشگاه گفت هر انسانی به چند زمینه ویژه علاقه داره. علاقه مندی شما چیست؟ چه شیوه هایی رو میتونید طراحی و تعیین کنید که با اسمش از این لحظه به بعد توی اون زمینه ها پیشرفت کنید؟ من به سادگی تصمیم گرفتم فقط برای سرگرم شدن کتاب نخونم. بلکه کتابهایی رو بخونم که خوندنشون به من کمک میکرد تا در زمینه های دلخام رشد کنم. من همچنین در دو دوره کلاس تندخانی شرکت کردم تا سرعت کتاب خونیم بهبود پیدا کنه. شما باید چه اقدامی انجام بدید تا در زمینه های مناسب و دلخواهتون پیشرفت کنید؟ دو در شیوه های مؤثر اغلب به اولویت ها اهمیت داده می شود. هر انسانی به چند زمینه ویژه علاقه دارد سی اس لوئیس اگر در شیوه به اولویت ها اهمیت داده نشه به کارگیری اون شیوه چندان فایده براتون نخواهد داشت برایان ترایسی میگه شاید این سوال به راستی بهترین سوالی باشه که شما میتونید اون را به یاد بسپارید و بارها و بارها برای خودتون تکرارش کنید الان چگونه میتونم از وقتم به شیوه بهینه استفاده کنم؟ جوابتون به این سوال باید شالوده شیوه انتخابی شما رو برای دستیابی به هدفتون تشکیل بده. شما همچنین بهتره چنین سوالی رو برای خودتون مطرح کنید. چه زمانی ارزشمندترین زمان از هر روزم محسوب میشه؟ مطرح کردن چنین سوالی به این دلیل همیت داره که شما قصد دارید همیشه این زمانتان به بهترین شیوه ممکن استفاده کنید. صبحها برای من ارزشمندترین زمان از روزمه وقتی به این حقیقت پی بردم دیگه برای جلسه ها یا دیدارهای صبحگاهی برنامه ریزی نکردم این موضوع به سی سال قبل مربوط میشه من میتونستم این جلسه ها رو در زمانهای دیگه از روزم برگزار کنم الان تصور کنید اگر در طی این سی سال هر روز صبح هم رو به برگزاری این جلسه ها اختصاص میدادم چقدر از وقتم رو تا حالا هدر داده بودم البته منظور من این نیست که چنین جلسه هایی برای من مهم نبودند بلکه منظورم اینه که من میتونستم از ارزشمندترین زمان هر روزم به شیوه بهینه استفاده کنم. این تصمیم گیری برای من کما بیش آسون بود. موقعیت هایی توی زندگیم وجود داشت که تصمیم گیری توی اون زمینه ها برام دشوارتر بود. من بسیار فرصت محور هستم و گرایش دارم همه کارهای مناسب و دلخام رو انجام بدم. اگر انجام دادن یکی از اونها برای من خوب و مناسب باشه انجام دادن چهار کار ارزشمند برای من بهتره من دوست دارم همواره به پیشنهادهای هماهنگ با اهداف ارزشمندم پاسخ مثبت بدم در واقع نگفتن برای من بسیار دشواره در نتیجه زمانی اندک برام باقی میمونه و نمیتونم به برنامه هایی در زمینی رشد و پیشرفتم توجه کنم. برای رسیدگی کردن به این موضوع باید شیوهی رو تراحی می کردم. من تصمیم گرفتم خودم به صورت مستقیم برای پاسخ دادن به تقاضاها و پیشنهادهای دیگران اقدام نکنم. به جای اینکه خودم در این باره تصمیم بگیرم، گروهی را برای رسیدگی کردن به این موضوع در نظر گرفتم. تقاضاها و پیشنهادهای مطرح شده ابتدا در میان این گروه بررسی می شد. و اونها تصمیم می گرفتن که آیا من باید سخنرانی کردن در همایشی ویژه یا پیشنهادهای دیگر رو بپذیرم یا نه ما این گروه رو مشتاقانه شورای تبر به دستان نامیدیم چرا چون که اونها 90 درصد تقاضاها و پیشنهادهای مطرح شده رو با تبر ارغیش قطع می‌کردن منظور من اینه که قاطعانه به این تقاضاها یا پیشنهادها پاسخ منفی میدادند. این شیوه به راستی یگان ای بود که باعث می من مجبور بشم به اولویت هم اهمیت بدم. شما باید چه شیوه هایی رو طراحی و تعیین کنید که باعث بشه بتونید بیشتر و بهتر به اولویت های خودتون رسیدگی کنید. چه افرادی میتونن به شما کمک کنن و شما باید در زمینه های ویژه به اونها اختیار و مسئولیت بدید. 3. در شیوه های مؤثر اغلب عامل ارزیابی در نظر گرفته می شود. جک ولش مدیر عامل سابق شرکت جنرال الکتریک گفت راه برد به این معنیه که در ابتدا تلاش کنید پی ببرید در دنیای امروزی توی چه جایگاهی قرار دارید. اندیشیدن در این باره اهمیت نداره که آرزو دارید توی چه جایگاهی بودید یا امیدوارید به چه موقعیتی برسید. شما باید درباره موقعیت کنونیتون فکر کنید بعد باید تلاش کنید پی ببرید که قصد دارید پنج سال بعد به چه موقعیتی برسید. در پایان باید فرصت های واقعی رو برای رسیدن از موقعیت کنونیتون به موقعیت دلخواهتون ارزیابی و تعیین کنید. این سه مرحله پی بردن به موقعیت کنونیتون، تعیین کردن موقعیت دلخواهتون در پنج سال بعد و تشخیص دادن فرصت های احتمالی برای دستیابی به اون از کدام ویژگی های مشترک بهره‌مندند. ارزیابی برای رشد کردن و پیشرفت داشتن باید به توانایی ارزیابی کردن مجهز باشید. درست به همین دلیل که شیوه های مؤثر شما باید روشی را رو برای ارزیابی کردن پیامدهای کارتون شامل بشه. وقتی برای زندگی کردن از سندیگو به آتلانتا میرفتم از راهبندان شدید این ناحیه تجربه کردم به نظر می رسید ساختار جاده ها حدود ده سال از رشد جمعیتی اون ناحیه عقب مونده بود. من نمیتونستم درباره جاده ها اقدامی انجام بدم اما تصمیم گرفتم توانایی خودم رو برای پیمودن مسیرها بهبود بدم. تصور می کنید راه حل انتخابی من چی بود؟ در شش ماه اول همه مسیرهای احتمالی رو کشف کردم که به های اصلی من منجر می شدند. من مقدار مسافت طی شده توی هر مسیر و زمان اون رو یادداشت کردم من به پنج مسیر مختلف برای رسیدن به فرودگاه آتلانتا پی بردم و میدونستم کدوم یکی از اونها رو توی چه زمانی از روز و با در نظر گرفتن عوامل دیگه میتونم انتخاب کنم هر انسانی با صرف کردن در وقتش به این شیوه و استفاده کردن از این زمان برای انجام دادن کارهای بهتر و موثرتر میتونه از انسانی معمولی به انسانی توانگر تبدیل بشه. جیمز هرینگتون مهندس مدیر عامل شرکت IBM و یکی از افراد پیشگام در زمینه افزایش کارایی میگه ارزیابی در واقع اولین گامه که به مدیریت و در پایان به پیشرفت میرسه. اگه نتونید موضوعی رو ارزیابی کنید نمیتونید به خوبی به اون پی ببرید. اگه نتونید به خوبی به موضوعی پی ببرید، نمیتونید اون رو با مهارت مدیریت کنید. و اگه نتونید اون رو با مهارت مدیریت کنید، نمیتونید اون رو بهبود ببخشید و تغییری سازنده رو در اون به وجود بیارید. وقتی انسانها از این موضوع آگاهی داشته باشند که کارشان ارزیابی میشه، میزان کارایی اونها افزایش پیدا میکنه. در این باره فکر کردید اگر کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای مختلف هیچ شیوه را برای ارزیابی کردن سود حاصل از کسب و کارشون در نظر نمی گرفتند در پایان به چه موقعیتی می رسیدن؟ اگر فروشندگان و بازاریابان شیوه را برای ارزیابی کردن این حقیقت در نظر نداشتند که چند اقدام آنها در زمینه معرفی کالا یا خدماتشون به فروش منجر میشه و چند تن از انسانها به تبلیغات اونها توجه نشون میدن در پایان به چه موقعیتی میرسیدن؟ اگر تیمهای ورزشی هیچ وقت به امتیازهای بازی توجه نداشتن در آخر به چه نتیجه میرسیدند؟ ارزیابی کردن برای رشد و پیشرفت انسان عاملی مهم و بنیادینه در حقیقت ارزیابی به خودی خود ممکنه حتی به رشد و پیشرفت انسان بی انجامه. پژوهشگران در دهه سی از قرن بیستم میلادی پجوهش هایی رو درباره کارایی کارهای انسان ها در کارخونه هاسورن واقع در حومه شیکاگو انجام دادن. اونها در پجوهش های خودشون به این حقیقت پی بردن که وقتی انسان ها از این موضوع آگاهی داشتند که کارشون ارزیابی میشه میزان کارایی اونها افزایش میافت. پژوهشگران این یافته را تأثیر هاسورن نامیدند ارزیابی در واقع تفاوتی بنیادین رو در عمل کرده انسان ها به وجود میاره ارزیابی کردن به شما توانایی میده تا اهدافی ارزشمند رو برای خودتون تعیین کنید میزان پیشرفتتون رو بسنجید پیامدهای کارتون رو بررسی کنید و مشکلات به وجود اومده رو تشخیص بدید اگه میخواید به فرایند رشد و پیشرفتتون سرعت ببخشید و های کارتون رو همواره بررسی کنید پس باید عامل ارزیابی کردن رو در شیوه های مؤثر خودتون بگنجونید. چهار، شیوه های مؤثر اغلب برنامه های کاربردی را شامل می شود. اگر زیباترین و دقیقترین نقشه های موجود در جهان رو برای ساختن شگفت انگیزترین خونه های دنیا در اختیار داشته باشید اما برنامه کاربردی رو برای ساختش در نظر نگیرید اون نقشه برای شما چه ارزشی داره بیشک هیچ ارزشی درست به همین دلیلی که ویلیام دینفورد بنیانگذار شرکت نسله گفت هیچ نقشه ای اونقدر ارزش نداره که بخوایم کاغذی رو برای چاپ کردن اون هدر بدیم مگر اینکه چنین نقشه ای باعث بشه دست به کار بشید و اقدامتون رو شروع کنید من ده ها سال تماشاچی فوتبال تیم دانشگاه ایالتی اوهایو بودم. البته در طی چند سال در حالی که جیم تروسل سرمربی تیم بود از این امتیاز ویژه بهره من می شدم که قبل از بازی سالیانه آنها با تیم دانشگاه میشیگان برای اعضای تیم سخنرانی کنم و بعد از شروع بازی نیز از کنار زمین تماشاگر بازی اونها باشم. این تجربه برای من بسیار شگفتانگیز بود. یه بار هنگام حضور در میان بازیکنان تیم به تابلوی توجه کردم که این سوال ساده برای بازیکنان و مربیان در اون مطرح شده بود که همکنون قصد دارید چه اقدامی انجام بدید این سوال به راستی سوالی مهمه ما نیز در اون هنگام که قصد داریم به بازی زندگیمون وارد بشیم باید چنین سوالی رو برای خودمون مطرح کنیم همکنون به راستی قصد داریم چه اقدامی انجام بدیم اگرچه برنامه ریزی کردن اهمیت بسیاری داره اما برنامه داشتن به خودی خود کافی نیست. برنامه ریزی و اقدام کردن باید با هم انجام بشه. برنامه ریزی در واقع مسیر حرکت رو تعیین و آشکار میکنه. اقدام کردن نشان دهنده خود حرکت خواهد بود. به این ترتیب هرگاه هدفی ارزشمند رو در نظر دارید اما فکر میکنید نمیتونید بهش برسید هیچ وقت تلاش نکنید اون هدف رو با عمل کردتون توی اون زمان هماهنگ کنید. در این گونه موقعیت ها باید تلاش کنید عمل کردتون رو با هدف ارزشمندتون هماهنگ کنید. انسان هایی که همواره شیوه کاربردی و مؤثر رو در مسیر دستیابی به اهدافشون برای خودشون طراحی و تعیین می کنند در مقایسه با اونهایی که چنین کاری رو نمی کنند همیشه موفق ترند. انسانهای اهل کار و تلاش حتی با وجود بهره بودن از استعداد و امکاناتی کمتر از دیگران میتونن به موفقیتی بیشتر از اونها برسن. این موضوع یکی از دلایلی که باعث میشه من هنگام آموختن هر نکته جدیدی تلاش کنم این سه سوال رو برای خودم مطرح کنم که یک کجا میتونم این نکته ها رو به کار ببرم؟ دو چه زمانی میتونم این نکته ها رو به کار ببرم؟ و سه چه افرادی باید به این نکته ها پی ببرند. این شیبه به عادت زندگی من تبدیل شده. بنابراین من همیشه با آموختن نکته جدید به اقدام کردن توی اون زمینه گرایش دارم. 5. در شیبه های مؤثر اغلب عامل سازماندهی به کار رفته می شود. نخستین عامل هدردهنده زمان برای بسیاری از انسان ها اینی که همواره مجبورند گم شده هایی رو جستجو کنند. یه بار تابلوی رو توی مغازه شلوغ و مرتب دیدم که چنین جمله روش نوشته شده بود که کالای دلخواه شما در این مغازه موجود است به شرط آنکه بتوانید آن را بیابید چنین اقدامی به راستی تاثیرگذار نخواهد بود اینطور نیست من در قسمت های قبلی از همین فصل گفتم که برای بایگاینی کردن جمله های تاثیرگذار یه شیوه ویژه‌ای دارم. فکر میکنید که من چرا همچین شیوه رو در نظر گرفتم؟ چون که اولین عامل هدر دهنده زمان برای بسیاری از انسان ها همینه که همواره مجبورن گم شده هاشون رو پیدا کنند. شخصیت صفراویم و تراکم کار در حیطه شغلیم وادارم کرد تا طراحی و تعیین کردن شیوه های مؤثر رو برای خودم شروع کنم. چنین اقدامی در ابتدا یک گان اقدامی بود که میتونستم انجامش بدم تا از انجام شدن کارها و مسئولیت ها مطمئن بشم. حتی با وجود اینکه پس از پیشرفت در امور شغلیم تونستم معاون و همکارانی دیگر را استخدام کنم اما همچنان به استفاده کردن از شیوه های مؤثر و اصولی ادامه دادم تا بتونم به پیش رویم ادامه بدم و ارتباطی سازماندهی شده رو با همکارانم برقرار کنم. برای نمونه من در طی 365 روز سال هر روز دست کم یه بار با لیندایگر معاونم در ارتباطم فرقی نمیکنه که در خونم توی فلوریدا یا در مسیر سفر به چین باشم من همچنین برای سازماندهی کردن برنامه هام شیبه ویژه دارم بهتر دقیق تر بگم که از لیندا میخوام تا برنامه هام رو سازماندهی کنه فعالیت های خونوادگی همیشه برای من در اولویت قرار داره چرا؟ چون که خونوادن به معنای واقعی اولین اولویت ما رو تشکیل میدن همه امور دیگر هم باید بر مبنای این اولویت هم برنامه ریزی بشه به نظر میرسه که زمان از شنگ خیلی از انسان ها در میره در حالی که زندگی ما رو همین ثانیه ثانیه ها تشکیل میده ما برای انجام دادن هر کاری به زمان نیاز داریم با این حال بسیاری از انسان زمان رو بی اهمیت این موضوع که زمانتون رو چطور سپری می کنید بسیار مهمتر از اونیه که پولتون رو چجوری خرج می کنید؟ ما میتونیم اشتباهات و شکست های مالیمون رو جبران کنیم. اما زمان از دست رفته زندگیمون رو نمیتونیم دوباره به دست بیاریم. سازمان یافته و مرتب بودن به انسان احساس توانمندی میده. وقتی به خوبی از اهداف و اولویت‌های های خودتون آگاهی دارید و هر روز، هر هفته یا هر سالتون رو بر مبنای اونها برنامه می‌کنید، می کنید، های شفاف خواهید داشت که در انجام دادن هر گونه کار ارزشمند به شما توانایی میده. در این صورت کارهای خودتون رو افزایش میدید و میتونید کارهای مناسب و دلخواهتون رو به خوبی پیگیری کنید. عوامل دیگه هرگز چنین تأثیری رو در وجودتون باقی نمیذارن. اطمینان پیدا کنید که شیوه های مؤثر و انتخابی شما باعث میشه تا حد امکان منظم و سازمان یافته تر بشید. 6. شیوه های مؤثر اغلب پشت کار انسان را برمی انگیزد. سیدنی هریس روزنامه نگار گفت انسان خیال پرداز باور داره که تلاش های کوتاه مدت چندان اهمیتی نداره. انسان بدبین باور داره که تلاش های بلند مدتش چندان تفاوتی رو به وجود نمیاره. انسان واقعی بین باور داره کارهایی که در لحظه لحظه زندگیمون انجام میشه یا نمیشه تعیین کننده موفقیت ما در بلند مدت خواهد بود. به بیان دیگه اگه میخواید به موفقیتی موندگار برسید باید بیاموزید هر روز هر هفته و هر سال با پشت کار به تلاشتون در مسیر دستیابی به اهداف ارزشمندتون ادامه بدید. راز موفق شدنتون رو باید در کارهای روزمره زندگیتون بیابید. زندگی شما هرگز تغییر نخواهد کرد مگر اینکه تلاش کنید کارهای رو تغییر بدید که هر روز انجامشون میدید. راز موفق شدنتون رو باید در کارهای روزمره زندگیتون پیدا کنید. به این ترتیب شیوه های مؤثر و انتخابی شما باید نیروی پشت کارتون رو برانگیزه. این شیوه ها باید به گونه ای طراحی و تعیین بشه که بتونید اونها رو با پشتکاری باقی پیگیری کنید. الان این سوال مطرحه که برای برانگیختن پشتکارتون باید چه اقدامی انجام بدید؟ شما باید شیوه مناسب و مؤثر رو برگزینید و بکوشید اون رو بیوقف پیگیری کنید. ماجرایی رو به یاد دارم که به مراسم خاک سپاری بیل ماسلمن مربی پرشور بسکتبال در سال 2000 مربوطه. در این مراسم مردی سالخورده به اوریک پسر بیل نزدیک میشه تا داستانی رو براش بگه. مرد سالخورده میگه سالها قبل در جاده ای به سوی اورویل از ایالت اوهایو رانندگی میکرده که پسر یازده ساله رو از کنار جاده میبینه. این پسر با دست راستش همواره توپ رو به زمین میزد و پیشروی میکرد. مرد سالخورده خورده میگه که خودروش رو کنار جاده متوقف میکنه و اون پسر میپرسه که قصد داره کجا بره اون پسر بی که متوقف جواب میده اورویل مرد میگه آیا میدونی که از اینجا تا اورویل حدود 15 کیلومتره پسر میگه بله مرد میپرسه وقتی به اونجا رسیدی قصد داری چیکار کنی پسر جواب میده همین تمرینم رو با دست چپم انجام میدم و همین مسیر رو برمیگردم مرد سال خورده به اریک نگاه کرد و گفت اون پسر در واقع پدر تو بود الان بی تردید پی بردید که منظور من از طراحی و تعیین کردن شیوه مناسب و متعهد شدن برای پیگیری کردنش چیه با وجود اینکه ماجرای تلاش های ماسلمن برای پیشرفت کردن به منزله بازیکن بسکتبال بسیار پرشور و هیجان به نظر میرسه اما در بسیاری از موقعیت ها پشت کار نشون دادن در مسیر دستیابی به اهداف چندان هیجان انگیز و شورافرین نیست. خیلی از انسان ها اغلب از من میخوان تا یه روز رو با من بگذرونند. من فکر میکنم اونها در این باره به احساس ناکامی دچارند چون که فعالیت های روزانه من بسیار خسته کننده و ملال آور. من صبح زود از خواب بلند میشم. چند ساعت پشت میز تحریر میشینم و کار میکنم. بعد از ظهر زمانی رو به ورزش کردن و زمانی رو به رسیدگی کردن به مسئولیت هام در ارتباط با دیگران اختصاص میدم. همچنین اغلب حدود ساعت ده شب میخوابم. این کارها چندان هیجان انگیز نیست. اما من تلاش میکنم اونها رو به طور منظم و با پشتکار انجام بدم. به علاوه چنین شیوهی برای من مفید و موثره. راه برده یک بازیکن گلف من بیش از چهل سال از بازی گلف لذت بردم. چند سال قبل کتابی به نام کتاب قرمز کوچک هاروی پنیک درس ها و آموزش های نشعت گرفته از یک عمر تلاش در رشته گلف به دستم رسید. این کتاب در واقع نکته ها و داستان هایی رو شامل می شد که یک بازیکن و مربی حرفه گلف در مدتی بیش از هشتاد سال آنها را آزموده و نگاشته بود. نویسنده کتاب هاروی پنیک است که در کودکی به گلف علاقه مند میشه. اون کار کردنش رو در هشتاد سالگی و با حمل کردن وسایل بازیکنان شروع کرد و همچنان به تلاشش ادامه داد تا زمینه لازم رو برای رفتن به باشگاه ورزشی آستین در شهر آستین از ایالت تگزاس فراهم کرد. وقتی هاروی دانش آموز سالهای آخر در بود یکی از اعضای تأثیر گذار باشگاه به اون پیشنهاد کرد که میتونه فرصتی رو برای رفتن او به دانشکده نظامی فراهم کنه. پاسخ هاروی به پیشنهاد این شخص چنین بود. خیر آقا متشکرم. خواسته واقعی من در زندگی اینه که بازی کن و مربی حرفی گولف بشم. هاروی قبل از رسیدن به 20 سالگی باشگاه آستین رو به منزله بازیکنی حرفی اداره میکرد. هاروی به شدت علاقه داشت که گلف رو آموزش بده. اون در طی فعالیت شغلش در باشگاه آستین به هزاران بازیکن گلف آموزش داد. اون به مدت پنجاه سال سرپرستی باشگاه رو به عهده داشت. اون همچنین بیش از سی سال به منزله مربی تیم گلف در دانشگاه تگزاس فعالیت کرد. اون به بسیاری از بازیکنان حرفه گلف آموزش داد. هاروی میخواست در حد توانش بهتری مربی گلف باشه و برای دستیابی به این هدف به شیوهی بسیار راهبردی عمل می کرد. او با تک, تک بازیکنان جدید شیوه و رفتاری ویژه و بی نظیر رو برمی و به صورت شخصی بهشون آموزش میداد. داد. فرقی نداشت این شخص بازیکنی بی تجربه محسوب می شد یا بازیکنی کار آزموده بود که فقط می خواست عیب و ایرادش رو برطرف کنه یا بازیکنی حرفه ای بود که میخواست در دوری از مسابقات حضور پیدا کنه. هاروی هرگز اجازه نمیداد بازیکنی اون رو در حال آموزش دادن به بازیکن دیگه ببینه. اون نگران بود که مبادا بازیکن تماشا کننده تلاش کنه همون راهکار رو در بازی خودش به کار ببره. در حالی که اون راهکار ممکنه برای اون کاربردی نداشته باشه. همچنین هر بار هاروی بازیکنی جدید رو برای بازی کردن در تیم دانشگاه تگزاس میپذیرفت از اون میپرسید که مربی باشگاه قبلیش در آموزش دادن به او چه شیوه های رو به کار برده راهبرد او همیشه برای مبنا بود که به منزله یک مربی همواره در حال رشد و پیشرفت باشه تینسلی پسر هاروی که اون خودش نیز به نابه خود گلف باز حرفه گفت پدرم همیشه تاکید میکرد روزی که آموختن رو کنار بذاره در واقع همان روزی خواهد بود که آموزش دادن رو نیز کنار میذاره. در نتیجه او بی تا آخرین روز عمرش در حال آموختن بود. زیرا آموزش دادن رو هیچ وقت رها نکرد. راه بردی که باعث شد هاروی به شهرتی جهانی برسه در واقع تمرین اون برای نوشتن آموختهاش در دفترچه کوچیک با جلی قرمز بود. اون انجام دادن چنین کاری رو در دهه بیست زندگی شروع کرد. او میخواست راهکاری تأثیر گذار رو با نوشتن ثبت کنه تا بتونه اونها رو به خوبی آموزش بده. هاروی چنین کاری رو در مدتی بیش از 60 سال انجام داد. اون دفترچهش رو در کیف اسنادش نگهداری میکرد و فقط پسرش تینسلی اجازه داشت مطالب نوشته شده توی اون دفترچه رو بخونه. هاروی در ابتدا میخواست بعد از بازنشستگی دفترچهش رو در اختیار پسرش قرار بده اون این دفترچه رو کتاب قرمز کوچیک نامید به هر حال هاروی بعد از مدتی تصمیم گرفت آموختههای حاصل از یک عمر تلاشش رو در اختیار انسانهای دیگه بذاره او با شخصی به نام شریک نویسنده متون ورزشی همکاری کرد تا کتابش رو چاپ کنه این کتاب به سرعت در فهرست کتابهای پرفروش قرار گرفت و از آن زمان تا حالا نیز همچنان در فهرست کتاب های پرفروش و ورزشی قرار داره. هاروی گفت کتاب قرمز کوچک من به این دلیل به کتابی ویژه و پرفروش تبدیل نشد که مطالب نوشته شده توی اون در گذشته بازگو نشده بود. دلیل ویژه بودن کتابم این بود که همه نوشته هام رو درباره گلف در دنیای واقعیت ها آزموده و به کار گرفتم. همه مطالب این کتاب در واقع با موفقیت به کار گرفته و آزموده شده فرقی نمیکنه که این مطالب به بازیکنان مبتلی بازیکنانی در حد متوسط حرفهای یا کودکان مربوط بشه اگر برای دستیابی به اهداف ارزشمندتان بکوشید اهداف ارزشمندتون نیز به سمت شما ره سپار خواهند شد اگر برای انجام دادن برنامه ریزی های مفیدتون اقدام کنید برنامه ریزی های مفیدتون به نفع شما پیش خواهند رفت هر گونه اقدام و کار مفید و سازنده ما در پایان به ساختن زندگی ما می انجامد. جیمران وقتی می کشید راه رو جست و تعیین کنید که باعث میشه رشد و پیشرفتتون رو به بیشترین سطح ممکن برسونید. بهتر شیوه های اصولی رو نیز جستجو کنید که در دنیای واقعیت ها به کار گرفته و آزموده شدند شما نیز بکشید مثل هاروی تمرین های دیگران رو به سادگی به منزله های تمرین های مفید برای خودتون در نظر نگیرید. بکوشید این تمرین ها رو با موقعیت و ویژگی های شخصیتی خودتون هماهنگ کنید. از این تمرین ها برای پرورش دادن توانهای های وجودتون و دستیابی به اهداف ارزشمندتون استفاده کنید. تلاش کنید این گفته جیم ران رو به یاد داشته باشید که اگر برای دستیابی به اهداف ارزشمندتان بکوشید اهداف ارزشمندتان نیز به سوی شما ره سپار خواهند شد اگر برای انجام دادن برنامه ریزی های مفیدتون اقدام کنید برنامه ریزی های مفیدتون به نفع شما پیش خواهند رفت هر گونه اقدام و کار مفید و سازنده ما در پایان به ساختن زندگیمون می انجامه تحصیل قانون برنامه ریزی این گونه است به کارگیری قانون برنامه ریزی در زندگیتان یک زمانی را به ارزیابی کردن این موضوع اختصاص بدید که بیشترین زمان ممکن را برای برنامه راهبردی راه بردی کدوم زمین از زندگیتون صرف می در این بخش فهرستی از زمینه های مختلف زندگی مطرح میشه که میتونید درباره اونها فکر کنید میتونید زمینه های دیگر رو به این فهرست بیاخزایید که برای شما کاربرد دارند. یک امور معنوی، امور شغلی، امور خانوادگی، وضعیت سلامتی، سرگرمی ها، ازدواج، رشد و پیشرفت شخصی، تعطیلات. آیا برای طراحی کردن راهبردها و شیوه های اصولی برای زندگیتون به گونه راهبردی عمل کردین؟ اگر چنین کاری نکردید دلیلش رو پیدا کنید. اگر چنین کاری رو انجام دادید، در این باره فکر کنید که بیشتر روی چه اموری تأکید داشتید. آیا رفتارهای گذشته شما با اموری هماهنگی دارند که الان اونها رو به منزله اولویتهای های خودتون به زبان میارید؟ دوست دارید عمل کردتون چطور باشه؟ دو، تعیین کردن و بهین سازی شیوه هایی رو شروع کنید که باعث میشن کارای شما رو افزایش بدند و بتونید از وقتتون هرچه بیشتر و بهتر استفاده کنید. همکنون فهرستی را از همه زمینه هایی بنویسید که توی این لحظه به ذهنتون میاد و دوست دارید اونها رو به بهبود ببخشید توی اون زمینه ها با مشکلهایی روبرو هستید یا فرصتی رو توی اونها احساس میکنید تلاش کنید شیوه مؤثر رو تعیین کنید که توی هر یک از این زمینه ها به شما کمک میکنه در حالی که شیوه های مؤثر رو برای خودتون طراحی و تعیین میکنید به این نکته ها توجه کنید تصویر کلی اهداف آیا شیوه مؤثر و انتخابی شما کمکتون میکنه تا به تصویر کلی اهداف ارزشمندتون برسید؟ اولویت های شما آیا شیوه مؤثر و انتخابی شما با تعهدات ارزش ها و اولویت هاتون همخونی داره؟ ارزیابی آیا شیوه مؤثر و انتخابی شما روشی مخصوص رو در اختیارتون قرار میده تا میزان موفقیتتون رو ارزیابی کنید؟ کاربرد آیا شیوه مؤثر و انتخابی شما به طور طبیعی گرایشی رو نسبت به اقدام کردن و دست به کار شدن در وجودتون برمیانگیزه سازماندهی. آیا به کارگیری شیوه مؤثر و انتخابی شما با اسمش در مقایسه با اونچه عمکنون انجام میدید، بتونید از وقتتون هرچه بیشتر و بهتر استفاده کنید؟ پشتکار آیا میتونید و میخواهید شیوه موثر و انتخابیتون رو به آسانی و پی در پی تکرار کنید؟ اگر شیوه های انتخابی شما چندان مفید و کاربردی نیستند، تلاش کنید تغییراتی رو توی اونها به وجود بیارید یا حتی اونها رو کنار بذارید. به هر حال، قبل از اون که بتونید مفید بودن شیوه ای رو ارزیابی کنید، میتونید اون رو دست کم به مدت سه هفته به طور آزمایشی به کار ببرید. سه هفته در واقع زمانی طبیعی برای شروع شکلگیری عادتی مثبت محسوب میشه. سه بسیاری از انسان ها در تلاش برای طراحی و تعیین کردن راهبردهای ویژه برای زندگی و پیشرفت شخصیشون اغلب تلاش میکنند همچین فرایندی رو پیچیده کنند. هر یک از راهبردها و شیوه های انتخابی شما باید ساده و شفاف باشه. برای آزمودن راهبردهای انتخابی خودتون تلاش کنید این روش رو یاد بگیرید راهبردهای انتخابیتون رو برای یکی از دوستانتون توضیح بدید تا اونها رو از دو جنبه ارزیابی کنید اولین که توجه کنید آیا خودتون میتونید راهبرد انتخابیتون رو ساده و شفاف توضیح بدید یا نه اگر نمیتونید چنین کاری کنید پس راهبرد انتخابی شما خیلی پیچیده است دومی که توجه کنید آیا دوستتون از روشی بهتر یا ساده‌تر برای دستیابی به همون هدف آگاهی داره یا نه